اینجا تا به بیر جان سه گداره گداره اول جان جان نقشا نگاره گداره دومی مخمل به پوشم گداره سوم دی 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 داره داره گل زردم همه دردم به جفایت شکر نکردم تو بیا تا دور تو گردم ها دوباره بر نمیگردم دیگر جوانی ای یار جانی دوباره بر نمیگردم دیگر جوانی دلم بی وصل تو شادی مبیناد به غیر از منت آزادی آزادی مبیناد خراب آباد دل بی مردم تو الهی هرگز آبادی آبادی مبیناد گل زردم همه دردم به جفایت شکر نکردم تو بیا تا دور تو گردم ها جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی که میخونم همه از شهرها و دوستاهای اطراف خراسان هست. اینها آهنگهای خیلی قدیمی هستن که در میون خود توده مردم در واقع خلق شدن و سینه به سینه منتقل میشه، هیچ وقت ثبت نشده، نوشته نشده و بنابراین خیلی بکر و دست نخورده مونده. اونها رو از میون مردم انتخاب میکنم و میارم برای اجرا و کنسرت با تنظیم های جدیدی که خودم روش میکنم. خیلی وقتها این آوازهای کشیده که غمگینه و کشیده هست در تنهاییشون میخونن، موقعی که دلتنگن یا موقعی که منزل به منزل، محله به محله با
کاروانی کوچ میکنن یا تنها حرکت میکنن از دهی به دهی، آواز میخونن، فریاد میزنن که هم تنهایی رو حس نکنن، هم بعد راه رو نفهمن و هم اینکه نترسن حتی از شب، صداهای مبهم بیابان. این ماله تنهایی و دلتنگیشونه که متراژ نداره و ریتمی و شاد نیست. ولی در عروسی ها، ختنه سوران ها، جشن های فصل، فصل بهار، فصل زمستان، خوشه برداری و درو، آهنگ های شادی دارن که کاملا ریتمی و پرتحرکه، مثل رقص هاشون. عزیزم بهلولی و بهلولی و آم انگار گل من، عزیزم بهلولی عشایر دشت و صحرا خونه داره، ای یار گل من، عشایر دشت و صحرا خونه داره، ای یار گل من، عشایر همت مردونه داره، به خدا یار گل من، به خدا یار گل من، به وقت جنگ و در میدان وزن، ای یار گل به وقت چند و در میدان رسمه، ای یار گل من، نه دل بر مال و نه بر خون داره، به خدا یار گل من، به خدا یار گل من، عزیزم بهلولیم بهلولیم، ای یار گل من. ممکن یک روز تمام با یک ملودی و دو بیتی های مختلف بشینن بخونن و کاراشونو آواز بخونن، اما برای منظوری که من دارم که اینها باید ضبط بشه و برای جماعت خیلی وسیع‌تر و گسترده‌ای توی مناطق مختلف دنیا ارائه داده بشه، اینها باید یک تنوع و تنظیم جذابتر و متنوعتری پیدا بکنه. سر کوه بلند پای مزار آی به گل چیدن میون سبز زارو، اگر صد گل بیایه بر کنارم، از این گلها نیایه بوی یارم. من خب درست از بچگی و از کودکی در برنامه کودک شروع کردم ترانه های کودکانه خوندن برای برنامه کودک و همکاریم از 7-8 سالگی با برنامه کودک، در واقع هم کار رسمی من شروع شد و این فقط به دلیل این بود که پدرم میخواست تشویق بکنه مثلا استعداد منو تو برنامه کودک بخونم و اینا. هیچ خیال خواننده شدن یا اینکه این کار موسیقی حرفه من بشه نبود و پدرم هم عقیده نداشت، ضمن اینکه خیلی تشویقم میکردن، خیلی دوست داشتن موسیقی رو خودشون، اصلا خب منو توی این مسیر تشویق میکردن، راهنمایی میکردن، ولی در این حال دوست داشتن که من تو کار فرهنگ و آموزش و یک کارای دیگه، این چاشنی زندگی من باشه. حالا هندو مره کش دقاره، هندو مره کش، حالا شفتالو پروشه سر چرسو مره کش، حالا او یار منه که میره به سر بالا، حالا دستمال به دست و میزنه گرمارو، حالا ما اکثرا همون ملودی ها و همون نغمه هاست و حتی شعرهای اونا رو من بیشترین سعیم بر اینه که دست نخورده بمونه، ولی گاهی ناچارم که ملودی ها رو یک کمی تنوع و تنوع کار من با شکستن ریتم عوض کردن، برگردون گفتنا که با هم کر میخونن و احیانا یه تیکه یه نغمه از یه آهنگ محلی دیگه مشابه و وسط یه کاری بذارم و گاهی حتی ناچارم که کلامش رو برای یک قطعاتی عوض بکنم که گویای
حال و احوال زمانه ما باشه. چونو که می روی هم بر و هم با عزیز بشی به کنارم، نمی ترسی که بر پایت خوره خار، عزیز بشی به کنارم، اگه خاری خوره سوزن ندارم، عزیز بشی به کنارم، به مشکون برکنم ای جون غم خار، عزیز بشی به کنارم، عزیز بشی به کنارم، زشمت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرو از کنارم، حالا مرو از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. خواننده شدن من شاید هدف اصلی من نبود که خواننده بشم، کما اینکه از مدرسه شروع کردم، دبیرستان و دانشگاه، مثلا رشته تحصیلی من نقاشی، دانشکده هنرهای زیبا نقاشی رو تحصیل کردم، ولی اون چیزی که باعث شد من خواننده بشم تشویق پدرم بود که در کودکی صدا و استعداد منو کشف کرد. در این مرحله البته تو برنامه کودک هم چند تا کارهای محلی قشنگ که پدر یاد میداد بهم میخوندم. وقتی که دیگه نمیخواستم برم رادیو، آقای پیرنیا که مسئول برنامه گلها بودن و برنامه کودک رو هم ایشون مدیریت میکردن و تدوین و تنظیم میکردن، گفتن نه سیما، تو فرزند رادیو هستی، این که آدم بزرگ میشه دیگه بر برنامه کودک بر کودکان نمت کار میکنه درست نیست، خیلی آدم های بزرگ هستن که همه بزرگان هستن که بر کودکان کار میکنن، حالا ما هم که بالاخره نوجوان و اینا دیگه، میگفتم دیگه بچه نیستم برم و اینا. گفتن خب حالا من به مجموعه گلها و گلهای رنگ و رنگ برنامه گلهای صحرایی رو اضافه میکنم که تو آهنگای قشنگ محلی تو اونجا بخونی. دیگه خب این یک تشویقی شد برای من، شروع کردم به اینکه ترانه های محلی رو بیشتر از همون خطه بیرجند و اینا که زادگاه پدران من هست تدارک میدیدم، می آوردم میدادم به آقای پیرنیا و ایشون در برنامه گلها به هنرمندا و اساتیدی میدادن این ترانه ها رو که تنظیم کنن برای ارکستر بزرگ و برای ارکستراسیون بشه و تنظیم بشه و من میخوندم. Boy, Lord, come.
بیشتر بخند بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر به تو که باعث شد من خواننده بشم تشویق پدرم بود که در کودکی صدا و استعداد منو کشف کرد و دقت و روی صدای من کار کرد. خودش آدم اهل ذوق و اهل موسیقی بود، ساز میزد، آواز میخوند، صدای خوشی رو در من تشخیص داد، روی آهنگهای ساده کار کرد با صدای من و من اولین برنامه رسمی که شرکت کردم در رادیو برنامه کودک بود که 8 یا 9 سال داشتم. خاطر اینکه خودم در اون منطقه زندگی کردم، پدرم اهل خراسان و بیرجند بودن و به خاطر آشنایی و نزدیکی نشست و برخاست فرهنگ اون مناطق رو من گرفتم و علاقه من به موسیقی هم بودم، نغمه ها و موسیقی های اونا رو از پدرم اول یاد می گرفتم. بعد که هرچی سواد و بینش موسیقی من بیشتر شد، ارزش این کارها رو بیشتر پی بردم و کم کم خودم یک محقق و یک آدمی که جمع‌آوری میکنم این موسیقی های محلی رو و آرشیو میکنم غیر از اجرا کردن، اینه که کم کم فهمیدم که موسیقی محلی واقعا بستر موسیقی همه موسیقی های کلاسیک و سنتی است. بلند
من با تجربه هایی که داشتم و برنامه هایی که در مناطق مختلف دنیا اجرا کردم برای مردم بسیاری که ایرانی نیستن و از اون روستا نیستن و هیچی نمیدونن راجع به فرهنگ اون منطقه، فهمیدم که خیلی تأثیر گذاشته و اینو دو مرتبه ایمان که داشتم بهش، ولی باورم شد که موسیقی واقعا هیچ کلام زبان خاصی رو نمیخواد، خودش پیام‌آور همه چیز هست و مثل پل می‌زنه به هدف‌ها، فرهنگ‌ها و تمام احساس‌های انسان. دلی دارم چون مینام یه شکسته قهرمانی، چو کشتی بر لب به دریا نشسته قهرمانی، به ما میگن قمری بین ساز بین باز قهرمانی، صدا Show.